با نام خدا در ادامه فصل 3 شروع می‌کنیم موضوع دانه‌بندی به روش آقا و بی اس. در جلسه قبلی ما دانه‌بندی رو به روش ACI اشاره کردیم، برای میزدونه مسئله حل کردیم و اونجا اشاره کردیم که روش آبا و بی اس هم مشابه ACI با این تفاوت که ریزدونه و درشتونه باید داخل یک نمودار باشه. حالا اینجا میخواییم نشونتون بدیم که نحوه استفاده از این منحنی ها چطوریه. قبل از این که خب بذارید من این دانشجوارم اگه میخواییم بیان سر کلاس بذارم. آی مهندس بیا اینو ببین که تنظیماتش باید چک کن ببین که خوب میافته که باید بعدا بچه ها به مشکل نخورن. خوب جالت خوبه همینجوری قشنگ دیده میشه متن آینا نورا آله خوبه تا من این یک دانشوی الان فکر کنم میخواد وصل بشه استارت کار. بعد این چیه؟ اون برای ویدیو شعر بخوام بکنم چطوری میتونم شعر کنم؟ شعر اسکرین شعر اسکرین این هم شعر خب دوستان من شیر کردم صفحه اسکرینم و امیدوارم که داشته باشید و بتونید منو همراهی کنید در کلاس امروز. موضوعی رو که در خدمتون هستیم امروز بحث ادامه فصل انگار 3. ما در اونجا اشاره کردیم که به روش ACI چطوری دانه‌بندی رو انجام میدیم. حالا میخواییم بدونیم که به روش آبا و بی اس چطوری اتفاق میفته. قبل از این که وارد دانه‌بندی بشیم، اولین نکته‌ای که خیلی برای ما مهمه توی دانه‌بندی اینه که ماکسیموم ساید سنگینه رو به دست بیاریم. آیتم‌های مختلف این 6 تا آیتم رو گذاشتم که شما این 6 تا آیتم رو ابتدا چک کنید، بر اساس این 6 تا مینیممش رو انتخاب کنید. اگر هم یادتون باشه جلسه قبلی گفتم که من هرچی سایز سنگ دونه بتونمون مون بزرگتر باشه به چسب کمتری نیازمندیم. خب اگر تا اینجا سوالی چیده دارید بفرمایید تا ادامه بدم. خب سوالی نیست؟ حالا نحوه این که این 6 تا آیتم رو چطوری اندازه گیری کنیم که شما باید در این طرح اختراعاتتون در این دانه بندی های پروژهتون یا امتحانتون استفاده کنید، این 6 تا آیتم رو حتما باید چک کنید. نحوه انجام چکش هم باز اینجا دوستان برای ما گذاشتن که شما چطوری میتونید اینو چک کنید. برای یک مثال انگار اینا اومدن مسئله رو حل کردن. اولیش بود یک پنجم کوچکترین بعد قالب. فرض کردن که قالب مثلا سقفمون داله 150 میلیمتره و یک سومش میشه 30 میلیمتر. بعد حتی اونو قالب گذاشتن اولی رو، دومی یک سوم ضخامت دال. دال رو فرض کردن 30 سانته و هم میشه 100 میلیمتر یک سومش. بعد 3/4 فاصله آزار. 3/4 فاصله آزاد یعنی اینکه بین این 4 تا میدگه فاصله آزاد رو محاسبه کنید. برای محاسبه این فاصله آزاد شما باید 290 میلیمتر رو از دو تا پوشش کم کنید. دو تا پوشش گفته چقدر پوشش ها؟ قالب اینقدر نده فاصله آزاد رو حساب کرده. پوشش رو فکر کنم براتون حساب نکرده اگه اشتباه نکنم. شما باید
انگار 290 میلیمتر رو منهای دو تا خاموت بکنید، دو تا خاموتمون خاموت ها فکر کنم نداده اینجا چقدره، معمولا خاموت ها رو میلگرد 12 میگیرن، دوتاش میشه 24 میلیمتر. میخواید اینجا من بذارم براتون نحوه محاسبش، با هم محاسبه کنیم ببینیم که چقدر میشه. خب پس اگه بخوایم حساب کنیم، سیستم حسابمون اینجوری میشه: 290 میلیمتر منهای ببخشید خود کاور رو داده، کاور هست 45، پایین اگه دقت کنید کاور رو داده 45 ضرب داره 2 منهای 4 تا میلگرد 25 داره میشه 4 ضرب داره 25، بعد منهای 2 تا خاموت داره، خاموت ها رو معمولا میگیرن 12، پس 2 هم ضرب داره چی؟ 12، و این مجموعش رو اگر کم کنید فاصله این سه تا حساب میشه، فاصله اون سه تا رو باید تقسیم بر 3 بکنیم چون سه تا فاصله دیگه، اگه اینو تقسیم بر 3 بکنیم این میشه فاصله آزاد. حالا بعد گفته از فاصله آزاد 3/4، یعنی که هر چی این به دست اومد ضرب داره 3/4 باید بکنید. امیدوارم که انگار پس چی جوابش هر چی میتونه باشه، از آخر ضرب داره 3/4، این میشه فاصله ای که اینجا گذاشته، یعنی 25 میلیمتر. اینو چک کنید که ببینید میشه 25 میلیمتر یا 20 میلیمتر، این محاسبات رو انجام بدین این مشخص میشه. خب یکی بعدیش 3/4 چی؟ ضخامت پوشش. ما ضخامت پوشش روی میلگدار خودش داده 45، 3/4 انگار 3/4 ضرب داره 45 که اینجا اشتباه نوشته، نوشته 3/4 60. خب در صورت که خودش توی شکل به ما داده 45 میلیمتر، پس اینو میکنید 45 و این 60 هم میکنیدش 45 و این عددش هم میشه 45 تقسیم بر 4 بودن میشه 11 تا 3 تا میشه 33 میلیمتر. این هم نحوه محاسبه ماکسیموم بعد سنگدونه. چرا ما ماکسیموم بعد سنگدونه رو انجام دادیم؟ بخاطر اینکه تمام مسائل بعد از اینمون به این ماکسیموم بعده برمیگرده. بیاین حالا توی اسلاید بعد. حالا اون از اون مسئله انگار ما اون 6 تا آیتم رو که حساب کردیم مینیممش رو انتخاب می‌کنید. مینیمم رو که انتخاب کردین باید بیاید ببینید که به کدوم یکی از شکلامون برمیگرده. این نمودارها نمودارهای دانه بندی برای ACBS آبای. این آبا رو شما میتونید توی آیین‌نامه طرح اختلاط بتون آبا پیدا کنید. پس چی شد؟ آیین‌نامه طرح اختلاط آبا. نرید باز آیین‌نامه‌ای نمیدونم طراحی بتون و اینا رو پیدا کنید. به نام آیین‌نامه بتون ملی هم داریم. البته این ناش با هم چسبیده که اینو باید بعدا چک کنید. پس ما کنید به ماکسیموم بعد درشتونمون یه 19 داریم، 9 داریم، 25 داریم و 37. شما باید قبل از اینکه برید دانه بندیتون رو انجام بدید منحنی که لازمه باش مقایسه کنید و اینجا مشخص کنید. فرض کنید مثلا اگه منحنی ما از توی آیتم قبلی ماکسیموم بعد سنگدونمون 25 بود، شما باید از این منحنی استفاده کنید. نها کنید توی 25 تموم شده. اگه ماکسیموم بعدتون 19 بود، تو 19 تموم میشه. هم توی آبا اینجوریه، باید اول منحنیش رو انتخاب بکنید، هم بیز. حالا ما اول آبا رو منحنیاش رو گذاشتیم. خب حالا که باید اینو گذاشتیم منحنی های استاندارد رو ما مشخص کردیم.
حالا بعد اون داده بندی رو که گفتم تو بی آبا توی ACI ترسیم کنید که ببینید بین حالا این منحنی میفته یا بین این یکی، یعنی بین سی دو و نشه سی نو بی نو، بین سی نو میفته و بی نو، یا بین بی نو و آی نو. اگر که بین اینا بیفته انگار قابل قبوله، اگر نه باز باید درصدشو جا به جا کنیم. خب پس ما منحنی ها رو مشخص کردیم، روش کارم گفتم، حالا بریم ببینیم که داره یک مثالی ما با هم چک کنیم یا نه. ایشون ماکسیمم بعد سنگدونه رو با انگار شکل واضحش هم اینجا باز براتون گذاشته. این پس برای چیه؟ ماکسیمم بعد 9.5. این بار ماکسیمم بعد چی؟ 19. همونطور که گفتم اینا منحنیاش تو آیین‌نامه طرح اختلاط ملی بتون میتونید پیدا کنید. هم طرح فایلی هست به نام طرح اختلاط ملی بتون، هم یک فایلی به نام راهنمای طرح اختلاط ملی بتون. توی هر دوش این منحنیا موجوده. ناگهان مثلا اینجا چون ساخت سنگدونه 25 شده، خودش داده C25، B25 و I25. حالا اگه همین مثلا فرض بیاره که بعدیش 37 میشه C37، B37 و I37. این برای ماکسیمم بعد چی؟ 37. خب حالا اومدیم توی جدولمون. این جدولیه که توی قبلی من اشاره کردم. بذارید این فونتاشو بزرگ کنم که توی این پاور قشنگ نگاه بتونید ببینید. خب ما این برای ماکسیمم بعد 37 اومده گذاشته. من تقسیم بندی اینجا از قبل براتون کردم، بین نخودی و بادومی و اینا ما اومدیم مشخص کردیم که چه محدوده‌ای قرار میگیره. ما از 37 انگار تا 12 رو گرفته بادومی، از 12 تا 475 رو نخودی و ریز دونه هم از 475 گرفته، که شما میتونید باز از 475 اینو به جای ریز دونه بکنید عدسی. این تقسیم بندی کجا کاربرد داره؟ برای جایی که گفتم 50-50 محاسبه کنید و روش آبا برخلاف روش ACI ریز دونه و درشت دونه با همه، یعنی که ما جمع این وزن ماندهه برای همه مهمه. و اگر اینجا بخواید چک کنید نا کنید، ما تا اینجا اگر شما بخواید جمع بزنید توی این قسمت میشه 50% مونده. ببینید اینجا 500 25 و 2/10. حالا این نکته دیگه هم داره، این 50-50 که ما اینجا اشاره کردیم بین نخودی، بین بادومی و ریزدونه یه. شما میتونید یک تقسیم بندی هم دیگه هم بکنید، یعنی که چیکار کنید؟ ما درشتونمون بادومی داریم و نخودی. میتونید یه بار بگید بادومی 25%، نخودی 25%، عدسی 25% و ریزدونه هم 25%. بعد توی مسئله بعدیش بیاین چیکار کنید؟ بگین که حالا توی اینجا این محاسبات رو اینجوری انجام بدین. بگین اولی مثلا 30%، بعدی 20%، بعدی مثلا 60%، یکی بعدی 40%. رفت این خیلی رفت از چیدش بالا دیگه، از 100%. حالا فقط اگه این 30 باشه اون 20، این هم باز بکنیم 30، این هم 20. باز مشابه همین میتونید بکنید 20-30-20-30 یا 10-40-40-10 یا 25-25. این مدلیه که هی میتونید باهاش بازی کنید و اون 5 تا منحنی رو بکشید تا ببینید که کجا قرار میگیره.
این ریزونه رو من میخواستم براتون اینجا تغییر بدم که فکر کنم نشد. اگه این ریزونه رو بخوام چیز کنم میشه عدسی و خب از اینجا هم چی؟ ریزدانه. یعنی که 25% بادومی، 25% نخودی، 25% عدسی و 25% ریزدونه. این چهارتا رو با هم اگه توی یک منحنی بکشید میشه ماله آبا. نکته دیگه ای که اینجا مهمه به نام مدور نرمیشه، فکر کنم اینجا هم حساب کرده براتون. این مدور وزن کل اینجا رو گفته 2 کیلو بوده، انگار وزنهای مانده رو که این میزانش کاربرد داره برای اینکه درصد مانده رو حساب کنید. اما اگر این درصد مانده رو ناکنید اینو خراب شدش، این درصد مانده رو اگر با هم جمع کنید به غیر از علک 12، یعنی اینو ازش کم کنید، حتی این درصد تجمعی مانده باید باشه، یعنی این درصد، اون اشتباه گفتم من، درصد مانده تجمعی رو اگر علک 12 رو ازش کم کنید تقسیم بر 100 کنید میشه مدول نرم. یعنی جمع اینا تقسیم بر 100 منهای اون درصد 12ش و تقسیم بر 100 میشه 57، که گفتیم مدول نرمی بین 4.5 تا 6.5 توی آواز. پس مدول نرمیش اینجا قابل قبوله. امیدوارم که اینجا این شکل و این قسمتش رو واضح باشه. اینم که جمعاش هم من بزرگ کنم که بتونید تو فیلم ببینید. این کلن بود روش چی؟ آبا. پس شما باید این درصدها رو اینجا محاسبه کنید و توی شکل بکشید ببینید که آیا تو اون محدوده منحنی قرار میگیره یا نه. خب فکر کنم اینجا یکیش اومده کشیده و گفته که انگار با 25-75، یعنی که 25% انگار درشتونه و 75% ریزدونه، که این 75 میتونید شما بین عدسی و ریزدونه هم باز تقسیمش کنید، 25 هم میتونید بین نخودی بادومی تقسیمش کنید. خب این هم اومده باز کشیده براتون، انگار برای ماکسیموم بود 37 کشیده. اما نکته‌ای که وجود داره اینجا اینو گذاشته، من فکر می‌کنم که اینو اشتباه اینجا گذاشته، این مال بی اس، یعنی این منحنی اینجا نباید باشه. خب از آبا انگار دیگه کلن تموم شد. حالا مشابه همون آبا ما برای بی اس هم داریم. پس ابتدا برای بی اس هم ما باید چیکار کنیم؟ ببینم شکلش رو اینجا دارم من تا بگم. آره این شکلاییه که مشابه آبا همون اول که ماکسیموم بعد سنگ داره انتخاب میکنی، باید مشخص کنید که سایزتون 38 19، این که 76 که نداریم و این هم نداریم، بین یا بین اینه یا بین این. وقتی ماکسیموم بعد سنگ رو مشخص کردیم، منحنیتون مشخصه که اینجا این منحنی رو ایشون دو مرتبه کشیده، یعنی همون شکل رو اومده توی اکسل داده هاشو داده و این منحنی رو کشیده. اما نکته ای که وجود داره اینه که باز برای بعد از اینکه این شکل مبدع رو مشخص کردیم، یعنی که الان این خط، این خط، این اینا مال استاندارده، شما هیچ دخل و تصرفی توی این ندارید، فقط این آبی کملنگر رو که بیدید اینجا کشیده، این منحنی دانه‌بندی خودشه. حالا میریم تو محاسبه، نحوه محاسبه کردن منحنی دانه‌بندی خودش. اینجا هم باز مشابه همون آبا کاری که میکنه، باز همین تقسیم بندی رو شما انجام میدید، بعد این درصد هم دقیقا این درصد آباز و محاسبه میکنید. مدور نرمی هم معمولا بی اس نداره، اما اگه بخواید حساب کنید میتونید همش رو با هم حساب کنید. اینجا دیگه اون بحث علک 12 وجود نداره. این درصد هم که گفتم اینجا میتونید دو تیکه کنید، 25 25 25 25 میتونید کنید 30 20 30 20
و این پراکندگی رو هم درشون ایجاد کنید و این انگار 5 تا ستون رو محاسبه کنید و با درصد رد شده، تجمعی رد شده و سایز علک ها منحنی ها رو ترسیم کنید که فکر میکنم بذارید ببینم اینجا ترسیم کرده یکی شو انگار. حالا شما مشابه این که خطی که الان ببینید من نشون میدم انگار مشابه این، شما باید 5 تا بکشید با درصدهای مختلف که این خودش هم باید گفته که یه بار 50-50 کشیده، یک بار 30-70 کشیده، باز یه بار هم 25-75. این فقط اختلافش در اینه که این اومده دو دسته بندی کرده، یعنی فقط درشتونه و ریزدونه رو با هم مخلوط کرده. شما میتونید که خود درشتونه دو قسمتش کنید، یعنی با خودی و بادومی، ریزدونه هم بکنید عدسی و ریزدونه و این شکل رو بتونید بکشید و فکر نمی کنم با توضیحاتی که دادم انشاءالله به مشکلی بر بخورید. براتون آرزوی موفقیت می کنم. انگار موضوع فصل 3 مون توی این 3 پارتی که برای 3 قسمتی که براتون مشخص کردم تموم میشه. در پناه حق باشید و همیشه تندرست باشید.